دوباره به قسمت چهارم برنامه خوش آمدید. بله، چه قسمت چهارم شد بکنم. به برنامه خودشناسی و خوددرمانی با فرهناز خوش آمدید. من فکر کنم این جلسه هم یه مقدار فقط سوالا رو جواب بدم، چون یه مقدار میزان سوال بیشتره. فکر کنم تمرین ارتباط با خالق یا توپ رنگین کمان رو بذاریم برای جلسه بعد. اوکی. تشکر از حضورتون، مرسی از قلب های زیبا. سال دیگه ای دارید، بفرمایید. عزیزانی که ضبط برنامه رو دارن میبینن، برنامه من هر دوشنبه به طور زنده از اینستاگرام پخش میشه 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 11 شب به وقت ایران از اینستاگرام. آیدی اینستاگرام من هست فرهناز جی 777، که مشابه هست با آیدی شخصی تلگرامم. مسواک زدن یعنی مراقب کلامت باش، کلامت رو مثبت‌تر و زیباتر کن، مراقب حرف زدنت باش. سلام دوباره به عزیزان. کینه ای که پسرتون به شما گرفته، میتونی قبل از خواب از روح بزرگتون درخواست کنید به رابطه من و پسرم درمان بده. جمله رو 3 بار تکرار میکنی قبل از خواب. افسردگی شدید و مزمن درمان داره؟ بله. وقت مشاوره با من بگیرید. از واتساپ درخواست بدید، بگید وقت مشاوره میخوام. اسم و فامیلی و اینکه ساکن کجا هستید رو هم بدید. من میتونم بهتون کمک کنم. بله. آقای مهدی به کارمای ازدواجتون درمان بدید. از روح بزرگ ریشه یابی کنید و به کارمای ازدواجتون هم درمان بدید. ترس از هواپیما، وقت مشاوره بگیرید، من میتونم کمکتون کنم حلش کنید. پیام سریع رد میشه. از کودکی تا الان برادر، از کودکی تا الان وقتی خود کار دستم میاد همیشه طرح مکعب میکشم. از روح این میتونه ربطی داشته باشه به یکی از عمرهای قبلتون. از روح بزرگتون ریشه یابی کنید که چرا من این کار رو انجام میدم. یه ربطی به یکی از عمرهای قبلتون داره. چطور میتونم جلوی ازدواج برادرم رو بگیرم؟ خود برادرتون 18 سالشه؟ اگه برادرتون 18 سالشه خب آره، این خیلی زوده برای ازدواج. ولی هر کسی همزمان که من موافقم که 18 سال زوده برای ازدواج، ولی همزمان هر کسی حق انتخاب داره. حتی اگر اون انتخاب به دیدگاه شما درست نباشه، اگه هیچ کسی هیچ تجربه‌ای نکنه چیزی هم یاد نمیگیره.
این شاید تجربه‌ایه که ایشون لازم داره که یه مقدار بلوغ پیدا کنه. خود اینکه 18 سالگی میخواد ازدواج بکنه خب نشون میده یه مقدار بلوغ کافی نداره و این تجربه شاید درسای خوبی بهش یاد بده. شما خیلی احساس نکن که حق دخالت زیاد داری. حالا میدونم خوبیشو میخوای، ولی اینا همزمان باید بدونی که هر کسی حق انتخاب داره. ولی شما میتونی از خالق درخواست بدی، از فرشته های عشق درخواست بدی و بگی که به برادر من بلسینگ آگاهی بدید و بلوغ ذهنی و احساسی که برای خودش بتونه بهتر تصمیم بگیره و اونطور که به صلاحش قدم برداره. این درخواست رو میتونید بدید، ولی همزمان هم آگاه باشید که اون حق انتخاب داره، حتی اگر شما باش موافق نیستید. من از فرشته رافیل برای عفونت کمک گرفتم، خوب شدم، ولی دوباره این بیماری به وجود اومد. خب شاید لازم باشه به دکتر رجوع کنید و به نظر میاد یه ریشه یابی هم از روح بزرگتون بکنید. اینکه خوب شده و دوباره به وجود اومده نشون میده یه میتونه ریشه ذهنی داشته باشه یا یه چیز دیگه. از روح بزرگ ریشه یابی کنید، به دکتر هم رجوع کنید. از چی این کلمه که میگید من نمیدونم چه هیلینگ اطلاع دارید راهنمایی کنید. خانم نسرین، من سیستم خودم رو دارم، با سیستم های دیگه کاری ندارم. این اسمی هم که میگید من بهش نمیدونم چیه. من سیستم خودم برای خودم خوب و کاربرد داره، با کسی دیگه هم کاری ندارم. کارمای اجدادی چه ربطی به ما داره؟ ما مسئول کارمای اجدادی نیستیم، ولی تأثیراتی در ما میگذاره و وقتی شما به کارمای اجدادی درمان میدی، داری به اون قسمتی درمان میدی که به خودت مربوط میشه. یعنی نداری کل کارمای اجدادت رو حل میکنی، چون اصلا تو این اجازه رو نداری. ولی وقتی میگی از روح بزرگم درخواست میکنم به کارمای اجدادی من درمان بده، این هم قسمتی از کارمایی که با اجدادت داری رو داره حل میکنه که در نتیجه تأثیراتش هم داره حل میکنه. مثلا اگه تو پدر بزرگ جزی از اجدادت حساب میشه که خروج کرده، تو وقتی که میگی به کارمای اجدادی من درمان بده، به قسمتی از کارمایی که با پدر بزرگت داری درمان داده میشه که در نتیجه یه سری از تأثیرات کارمای اجدادی رو هم کم میکنه. یعنی تو مسئول کارمای اجدادت نیستی، ولی تأثیر در تو میگذاره. این مثل اینه که اگه پدر تو، مثلا فرض کن پدر مادر تو افرادی باشن که فرض کن سواد ندارن و تو این خانواده به دنیا میای، یا مثلا مادر پدر بزرگت شاید سواد نداشتن و تو این خانواده به دنیا میای، مسلماً این تأثیراتی در روال زندگی تو میگذاره به مقایسه با کسی که مثلا مادر بزرگ و پدر بزرگش تحصیل کردن و شغل‌های مناسب دارن، درآمد مناسب دارن. این در نوع تربیت، در شرایط تاثیر ایجاد میکنه، در طبیعت بچه‌هاشون تاثیر میذاره، در نوع پدر مادری که تو داری تاثیر میذاره. یعنی نمیتونی بگی که مادر بزرگ من هیچ تاثیری تو زندگی من ندارن. تاثیر میگذاره، خواه نخواه تاثیر داره.
مادر پدر تو در زندگی تو تاثیر دارن. نمیتونی بگی خب به اونا ربط داره به من تاثیر نمیده. کارما اجدادی هم همینطوره. تو مسئولش نیستی ولی تاثیر در تو میگذاره. و اون قسمتش که به تو مربوط میشه رو میتونی از روح بزرگت درخواست بکنی درمان بده. برای مریض درمان میدم ولی باز مریض میشه. بعد یا تو بعد تو کلاسای ترمی من شرکت کنید که به این قضیه آگاه بشید. نمیدونم شما تو کلاسای ترمی من هستید یا نه. اگه نیستید بعد تو کلاسای ترمی شرکت کنید. افرادی به من پیشنهاد میدن برای ازدواج که احساس عشق بهشون ندارم و احساس میکنم اونها هم خیلی درکم نمیکنن. به کارمای ازدواج درمان بدید و قبل از خواب از روح بزرگتون ریشه یابی کنید که چه چیزی مانع یک ازدواج خوب و پر عشق و برکت میشه. دخترم 3 سال و نیمه، مشکل خاصی نداره ولی من شبا براش از اسبای شاخدار هم برای امنیت و آرامش تعادل ذهنی و احساسیش درخواست میدم. اگر در طول روز مشکل کوچک ایجاد شد میتونم مجددا درخواست بدم؟ خب اگه مشکل خود درخواست ممکنه موردی نداشته باشه ولی لازمم نیست که حساسیت زیاد به خرج بدی. معمولا اون ارتباط که بین بچه و اون اسب شاخدار ایجاد میشه اون ارتباط رو نگه میدارن. حالا اگه احساس میکنی لازمه ممکنه اشکالی نداشته باشه ولی خیلی حساسیت زیادم به خرج ندید. نوه من خیلی مریض میشه. چند سالشونه؟ این میتونه ربطی به محیط داشته باشه؟ سعی کنید در محیطش دورورش افرادی که دورورشن در عشق و آرامش باشن. که بچه وقتی با شماست احساس عشق و آرامش داشته باشه. از اسبای شاختار کمک بگیرید. و بستگی داره بچه تون چند سالشه. کارمای اجدادی رو بچه ها تأثیراتی میگذاره. یه ریشه یابی بکنید و میتونید به کارمای اجدادیتون هم درمان بدید. خانم 218، این سوالتون رو از واتساپ درخواست بدید لطفا. پرواز یعنی که ارتعاشت بالاست. اگه تو خواب میبینی تو هوا داری پرواز میکنی یعنی ارتعاشت بالاست. اگر از روح بزرگ درخواست میدید و جواب نمیگیرید بعد متوجه باشید روح بزرگت خودت هستی. روح بزرگت بودی از خودته. اگه جواب نمیگیری یا ربطی به دریافت خودت داره یا نوع سوالی که میپرسی. یادتون باشه روح بزرگت برای تو نمیتونه تصمیم بگیره، انتخاب کنه. فرمانده توی. یا نوع سوالتو تغییر بده. حتی میتونی بپرسی چرا من جواب نمیگیرم. میتونه ربطی داشته باشه به سطح ارتعاشت و دریافتید. یا اگه خیلی وابسته جواب هستی این خیلی قد مانع میشه. ولی روح بزرگت خودت هستی، بودی از خودته. اگه جواب نمیاد ربطی به خودت داره.
برای ازدواج فرزندان میتونید از خالق درخواست بدید، از فرشته عشق، و بگید از خالق و فرشته عشق درخواست میکنم به فرزندان من بلسینگ بدید برای فراهم شدن و دریافت یک ازدواج خوب و پر عشق و برکت آنطور که به صلاحشونه. روزی 2 دقیقه 3 دقیقه میتونید از سوپ رنگین کمان استفاده کنید و در درخواست از سوپ رنگین کمان بگید به تمام فرزندان من بلسینگ بده برای یک ازدواج خوب و پر عشق و برکت آنطور که به صلاحشونه. 3 بارم تکرار میکنید. خواب دیدی به شما گفتن سینه چپت مشکل داره؟ شاید مشکلی داره، برید چک کنید، برید دکتر ماموگرام کنید، شاید مسئله ای داره. من خواب دیدم شما رو دیدم، شما کتاب آسمانی به نیت من باز کردید. احساس مثل زلزله، زلزله یعنی تغییر. به نظر میاد که من به شما درمان دادم و یه تغییر ارتعاش در شما ایجاد شده. حس لرزش از تغییر ارتعاش بوده، تغییر انرژی. در خواب کسی رو میبینید که باهاش رابطه داری و در بیداری هم به شما ابراز علاقه کرده. خب وقتی که شما با کسی رابطه داری، علاقه داری، در خواب اون چیزی که دیده میشه، حسی که به هم داری میبینی. یعنی اگه تو خواب با هم در حس خوب هستی، به هم علاقه مندی، داره نشون میده که اون حس و علاقهی که به هم دارید باطنیه، که همون حس تو خواب میبینی که تو بیداری هم میبینی، نشون میده که حستون باطنیه، که چیز خوب و مثبتیه. از خودم میپرسم این کیه؟ انگار که شما گفتید تو بیداری هم میشناسیدش، گفتید تو بیداری میشناسید و به شما عشق و ازدواج داده. حس باطنیتون رو توی خواب دارید نشون میدید. بله کلمه هیلینگ رو میدونم، منتها کلمه قبلش بود که من متوجه نشدم. اون اسمی که گفته بودید من بهش آشنا نبودم. خانم سارا، من با این گروه موافق نیستم. در خواب عشق آشنا رو با شخصی حس می کنم، آیا زندگی عمرهای قبلمه؟ توی خواب حس می کنی عمر قبل هست یا نه، و از صحنه هم متوجه میشی. بعد ببینی صحنه خواب چطور بوده. تو صحنه خواب معمولا نشانهایی هست که متوجه بشی اگه مال زمان قبل بوده یا نه. اینا خودت از روی حست باید تشخیص بدی که عمر قبل بوده یا نه.
برای اعداد در کتاب تعبیر خواب من هست و سمبول ها. کتاب خواب تعبیر خوابم رو تهیه کنید. در مورد ارتباط با اسبای شاخدار و درخواست کمک از اونها توضیح بدید. خیلی ساده است درخواست. شما هم مثلا اگه میخواید بر بچه ها کمک بگیری، حتی برای خودتون هم میتونید از اسبای شاخدار کمک بگیرید. برای هر امور، برای درمان جسمانی یا شرایط مادی میتونید ازشون کمک بگیرید. ولی درخواست خیلی ساده و راحته. شما فقط میتونید 3 بار تکرار کنی که از اسبای شاخدار که به من عشق میورزند درخواست میکنم به من، و مثلا اگه بر خودت میخوای میتونی بگی به من کمک کنید برای مثلا هر شرایطی که دارید، یا به فرزند من کمک کنید که به اون حس عشق و امنیت و آرامش داده بشه آنطور که به صلاح، و 3 بار تکرار کنید به همین راحتی. فرشته ها و اسبای شاخدار خیلی به شما آگاهن. شما هم که این جمله رو 3 بار بگی، اونها حضور پیدا می کنند و کمک میدن. فقط باید آگاه باشید که تنها کسی که به کارما میتونه درمان بدی خودت و خالق هستی و روح بزرگت که خودت هستی. فرشته ها و اسبای شاخدار به کارما نمیتونن درمان بدن، اجازه دخالت به کارما ندارن. فرار میکنی یعنی داری از خودت فرار میکنی. بعد وایسی و با ترس هات روبرو بشی. من خیلی ساله، بیشتر از 30 سال امریکا هستم. از شخصی به نام مادر ایران درخواست کردم به خاله هم که مشکلی داره زنگ بزنه. اینو اگه تو خواب دیدید یعنی خواستی کمکی به خالت بکنی. چطوری دشمن رو از بین ببرم؟ کلن بالواقع این دیدگاه دشمن خیلی دیدگاه مناسبی نیست. اگر کسی به شما بدی کرده، ریشه کارمایی داره. یعنی شما تو عمرهای قبل به اون بدی کردید و این کارماته که داری پس میگیری. بعد به کارمات درمان بدی. از روح بزرگت قبل از خواب درخواست کن به کارمای من با این شخص درمان بده. جمله رو 3 بار تکرار میکنی قبل از خواب. و بنا به میزان کارما ممکنه 1 شب کافی نباشه. ممکنه بعد لازم باشه چند شب این درخواست رو بدی. پسرم میخواد شغلشو عوض کنه، نگرانم. نگرانی سودی نداره و امواج مثبتی هم نمیفرسته. شما میتونید از خالق براش درخواست بلسینگ بکنید. بگید از خالق مهربان، از عشقای عشق درخواست میکنم به پسرم یا فرزندم بلسینگ آگاهی بدید، بلسینگ بخشش، ورچو، فراوانی و ثروت بدید، و بلسینگ آگاهی که خوب برای خودش بتونه انتخاب کنه آنطور که به صلاحشه. نگرانی سودی نداره. بچه 6 ساله. از حالا من نمیدونم موضوعتون چی بود، ولی از اسبای شاخدار براشون کمک بگیرید. 5 سالشه. بچه چیه؟ دخت هست یا منظورتون دختر؟ ولی من چیز قبلش نمیدونم چی بود، موضوع تو نمیدونم چی بود در مورد این قسمت. دوز در خواب معمولا یعنی خودت داری یه کاری میکنی که به نفعت نیست، یا انرژی تو داره، خودت یه کاری داری میکنی که انرژیت
کاهش پیدا میکنه یا یه چیزی رو از دست بدی، یه همچه حالتی، یه کاری داری میکنی که به ضررته. از همون واتساپ درخواست بدید بهتره خانم ماندانا، چون من معمولا پیامهای واتساپ هم اول چک میکنم. حالا اگه خواستید تکست هم بدید موردی نداره، ولی از واتساپ هم درخواست بدید اوکی، هر دوش اوکیه، مسئله نیست. یا تکست بدید، ولی اگه خواستید تکست هم بدید اسم و فامیلی و اینکه ساکن کجا هستید رو عنوان کنید. حالا تکست هم دادید موردی نداره. خب جواب شما رو دادم، ممکنه باید برید دکتر سینه‌تون رو چک کنید دیگه. وقتی جوابتون رو میدم هی تکرار نکنید سوالو. برای تعادل ذهن و احساس چه درخواست بدم؟ میتونی بگی از روح بزرگم درخواست میکنم به من تعادل ذهن و احساس بده قبل از خواب. از خالق میتونی درخواست بدی به من بلسینگ تعادل ذهن و احساس بده. میتونید هم یه وقت مشاوره بگیرید، من کمکتون کنم تو این زمینه. ماه گرفتگی کار خاصی لازم نداره. بعضی میدونم میگن آه این مراقبه کن، اینطور کن، اینطور کن. من خیلی زیاد این چیزا رو پیشنهاد نمیدم. بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که شاد باشی، در امواج خوب باش، شاد باش، موسیقی شاد بذار، برقص. این بهترین کاریه که میتونی بکنی. خب جواب شما هم که دادم خانم نگار. عدد 5 یعنی تغییر، 11 یعنی باید به خود تعادل ذهنی و احساسی بدی. این اعداد در کتاب خواب من هست. مرسی از قلب های زیبا. من 17 ماهه با کیسه احساسم کات شدم، ولی هنوز کامل با این مسئله کنار نیومدم، چیکار باید بکنم؟ من متوجه این سوالتون نشدم. با احساسم کات شدم؟ با کیس احساسم کات شدم؟ منظورتون رو متوجه نمیشم خانم سقر. من متوجه نمیشم سوالتون. تقلب در یعنی صادق باش، تقلب نکن. برای دیسک گردن به دکتر رجوع کنید. در یه شرایطی که حاد جدیه دریغ نکنید از کمک دکتر. از روح بزرگ ریشه یابی کنید، یه وقت مشاورم بگیرید. ریشه یابی ازدواج دیدم ماشین داره منو زیر میگیره. خب این سمبل مثبتی نیست، میتونه ریشه کارمایی داشته باشه. به کارمای ازدواجتون درمان بدید. قبل از خواب 3 بار بگید از روح بزرگم درخواست میکنم به کارمای ازدواج من درمان بده.
وصیت مادر شوهرم رو میتونم عوض کنم، ازم خواسته که عید قربان قربونی بکنم. منظورتونیه؟ خب از اول بهتر بود این رو نمیپذیرفتی، میتونستی بگی نه. وصیت یعنی ایشون خروج کرده منظورتونه؟ یه چیزایی که احساس میکنید نمیخواد یا در توانتون نیست قبول نکنید که مسئولیتتون نباشه. ولی اگه ایشون خروج کرده و همچی درخواستی از شما داده، میتونی از روح بزرگت درخواست کنی که در خواب با ایشون ملاقاتی داشته باشی و ازش بپرسی که تو نمیخوای این کارو بکنی، میخوای به جاش یه کار دیگه بکنی. اول مشخص کن که مثلا میخوای به جای اون کار چه کار دیگه ای انجام بدی، و بعد از روح بزرگت میتونی درخواست کنی که در فضای خواب فضای ایجاد کنه که با مادر شوهرت ملاقات کنی و بهش بگی که نمیخوای قربونی کنی و میخوای به جاش یه کار دیگه انجام بدی. اینطوری میتونی بپرسی. ولی بهتر بود که اصلا از اول اینو قبول نمی کردی اگه نمی خواستی. معمولا من خودم خیلی با این مسئله راحتم. مثلا اگر کسی به من بگه که مثلا بعد از خروج من این کارو بکن این کارو بکن، من خیلی راحت میگم که کار منو زیاد نکن، بر من مسئولیت زیادی هم فراهم نکن، کار منو راحت کن. یعنی خیلی با این قضیه خروج و چیزاش راحتم. اگه که احساس بکنم مثلا کسی هم داره درخواستی از من میکنه که شاید من نخوام انجام بدم یا در توانم نباشه، قبول نمیکنم. شما هم راحت باش، چیزی که اگه احساس میکنی نمیخوای انجام بده قبول نکن، بگو نه من کارو نمیخوام بکنم. به جاش اگه میخوای این کارو میکنم ولی این کارو نمیخوام بکنم. به خودت اجبار و تحمیل نده. ولی حالا چون اگر بهش مثلا قبول کردی یا قول دادی که این کارو بکنی، میتونی توی خواب باش ارتباط برقرار کنی و ازش بپرسی که من نمیخوام این کارو بکنم، این کار به جاش میکنم. اوکی، 2-3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نیست، من یه سوال دیگه جواب میدم و بعد خدافظی. در خواب دیدم پسرم در سن کودکی مرده. این میتونه نشون این باشه که ارتعاشش بالا نیست. بعد بهش حالا نمیدونم چند سالشونه، ولی ارتعاشش بالا نیست. میتونید از خالق براش درخواست بلسینگ بکنی، از اسبای شاختار براشون درخواست کمک بکنید. ولی تعبیر خواب دینه که ارتعاشش بالا نیست. بعد ارتعاشش رو بیار بالا. اوکی، سال آخر. حتی وقتی مثبت فکر میکنم، چشم و نظر یه چیز ذهنیه، هویت واقعی نداره. افکارت، ذهن و دیدگاهت که صحت نداره. اوکی، وقت تموم شد. از حضور همگی شما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که اطلاعات به شما کمک کرده باشه که بتونید در عشق و آرامش باشید. تا دوشنبه بعدی که برنامه از اینستاگرام 12 ظهر وقت کالیفرنیا، 11 نیم شب وقت ایران پخش میشه، شما رو به خالق میسپارم و در آغوش گرم و پر عشق خالق مهربانمون باشید. شب و روزتون خوش.